سراغ جنگ روانی. الان این روزا خیلی از کارشناسا میگن که آقا هی میگفتیم که فضای مجازی قیمت دلار رو میبره بالا، الان هم نگاه کنید فضای مجازی قیمت دلار داره میاره پایین. بستگی داره که آدم از فضای مجازی چجوری استفاده بکنه، هم میشه بد استفاده کرد هم خوب. این اتحادی که از دیروز ظهر بین اهالی فضای مجازی به وجود آمده با هشتگ سقوط دلار، داره کمک میکنه به فضای اقتصادی کشور. هر دو وجه رو ببینید، حتما که فضای مجازی خیلی هم میتونه مفید باشه استفاده درستش. اما این استفاده منفی که آقا استفاده میکنم برای اختلال در بازار چه شکلیه؟ تو بخش روزنامه ها گفتم که اتفاق خیلی شگفت انگیز و مثلا غنی کردن اورانیوم نیست، بلکه با کلمه های خیلی ساده این اتفاق رخ میده. یه اسکرین شات برامون فرستادن مردم از یک کانال تلگرامی که چهارشنبه و پنجشنبه هفته قبل ظاهرن این اتفاقات تلگرامی داخلش رخ داده. بریم نگاه بکنیم. یه کانال اینجوریست به نام فروش ارز سکه و طلا. صفحه بعدیشو بیارین، گفتگو از جای دیگه شروع میشه. نگاه بکنید با عکس سمت چپتون، نوشته که دوستان کسی 10,000 تا فروشنده هست؟ جواب داده موجودی کمه ولی 5 تا هست تحویل تهران. زده که بله تهران، نرخ الان 18,200. خب تا کی برسونم پول رو؟ حد اکثر تا 12 ظهر، میره بالاتر شرمنده میشم. گفته شماره شبا پیوی کنید، یعنی به پرایوت من، به خصوصی من شماره شباتون رو بفرستین. جواب داده که فرستادم. دو تا نکته خیلی مهمه رازگشایی. اولا که ساعت ارسال پیام ها رو نگاه کنید، 1:53 بامداده، چون بعدش میگه تا 12 پولو برسون دیگه، تا 12 ظهر. یعنی اصولا این اتفاقات قبل 12 ظهر رخ میده. 1:53 بامداد. کسی که پرسیده موجودی کمه ولی 5 تا هست تحویل تهران، 1:53 این سوالو میپرسه. اون یکی 1:54 جواب میده، 1:54 باز جواب میگیره، 1:55 بلافاصله جواب میگیره، 1:56 دیالوگ ادامه پیدا میکنه تا 1:57. یعنی در عرض 3 دقیقه دو نفر که یکی دنبال 10,000 دلاره و یکی فروشنده 10,000 دلاره، ساعت 1:54 نیمه شب همدیگر رو پیدا میکنن، نرخ هم میدن و بعد میگن که حد اکثر تا 12 ظهر میره بالاتر شرمنده میشیم. یعنی اون کاری که باید بکنن رو هم میکنن. طبق تحقیق کارشناسان فضای مجازی برنامه حالا خورشید، اینا نوعی گاوبندی است. یعنی دو نفر که جفتشون تو این گروه هستند و جفتشون هم دلالن، با هم دیگه قرار میذارن، میگن خب صبح مردم میخوان بیدارشن، اولین چیزی که چک میکنن مثلا تلگرامشونه، فضای مجازیشونه. من میام این سوالا رو میپرسم، تو این جوابا رو بده، یه 18,200 هم بنویس، بعد بگو که قیمت تا 12 ظهر بعد بالاتر میره شرمنده میشم، که این فضا از همینجا شروع بشه. بعد ببینید چقدر عضو داره کانال، 1,078 نفر. مال یه شهر کوچولو هم هست، حالا اسم شهر و آدم ها رو اینا رو نمیارم، فکر میکنم شایسته نباشه، مال یه شهر کوچولوه، اطراف اصفهان هم هست این شهر. در یه جمع 1,100 نفری حدودا این سمپاشی رخ میده و کسی که بیخبر از همه جا از خواب بیدار شده این پیام ها رو نگاه میکنه، میگه اوه شده 18,200، 12 به بعدم تازه قیمت افزایش پیدا میکنه. اینطوری میشه که میگه منم برم هر چی دارم دلار بخرم، یهو میخوره به دوشنبه سه شنبه که قیمت میاد روی 10,000-11,000 تومان. باز کی بیچاره میشه؟ پول داره که بیچاره نمیشه. دیروز یکی پیام خیلی خوب نوشته بود، نوشته بود آقا نه وقتی که دلار گرون میشد مردم رفته بودن تو خیابونا برای خرید، نه وقتی که دلار ارزون شده مردم رفتن تو خیابونا برای خرید،
اونی که از هر دوتاش سود میکنه هیچ وقت تو خیابون نیست. خیلی جمله خوبیه. چه بالا رفتنش چه پایین رفتنش، اونی که سود میکنه اصلا تو خیابون نیست. مردمند که سرمایه های خردشون رو در این بازی های عجیب دلالی در اقتصاد میبازند و این نکته هشدار دهنده است.